برام خداوند یک تا درود بر شما و برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز شنبه 24 حمل سال 1392 خورشیدی برابر است با 13 اپریل سال 2013 میلادی. من فواد امان هستم. در این برنامه خبری گزارش های ویژه از جشنواره غزنی داریم. سرانجام پس از سالها در میان چالش‌های زیاد، ولایت غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام نامگذاری شد. شمار زیاد از مقام‌های حکومت افغانستان و کشورهای دیگر در جشنواره غزنی اشتراک داشتند. نامگذاری غزنی به مرکز فرهنگی جهان اسلام با استقبال این مقام‌ها روبرو شده است، چنانچه والی غزنی این لقب را افتخار تاریخی برای افغانستان می‌داند. اما هانچی مختار پدرام همکارم در ولایت غزنی میگوید همه در سخنرانی هایشان از پیشینه فرهنگی ولایت غزنی توصیف کردند. غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام نامگذاری شد. امروز شنبه 24 حمل این رویداد تاریخی در ولایت غزنی اتفاق افتاد. نماینده آیسسکو یا سازمان فرهنگی علمی و آموزشی کنفرانس اسلامی رسما این لقب را به ولایت غزنی داد. با این پیامی که من میخونم الان خدمتتون، در واقع آغازین روزی هست که فعالیت‌های مربوط به بزرگداشت غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شروع میشه و من شخصا و از طرف سازمانم تبریک میگم. در این مراسم شماری از نمایندگان کشورهای اسلامی به شمول وزرا و سفیران آنها شرکت کرده بودند. رئیس جمهور کرزی در پیامش که توسط شهرانی به مردم بیان شد، روی پاسداری از فرهنگ گذشته غزنی تاکید کرده و بازشناسی فرهنگ این ولایت را ضروری دانست. بازشناسی و نگهداشت افتخارات علمی و فرهنگی غزنه و عصر غزنویان از وظایف نهایت مهم دانشمندان و پژوهشگران معین ما و همین سان مؤسسات فرهنگی کشوری ماست. باعث می نماید که این داشته های مایه افتخار را نگهداری کنیم و در معرفی آن به نسل جوان امروزی و نسل های آینده کشور تلاش ورزیم. وزیر فرهنگ ایران این رویداد را به مردم افغانستان تبریک گفت و به حکومت افغانستان پیشنهاد کرد یک روابط خواهرخواندگی میان غزنی و نیشابور ایران ایجاد گردد. آمادگی داریم که یک پیوند خواهرخواندگی ایجاد بشه بین غزنه و یکی از شهرهای جمهوری اسلامی ایران، یک شهری مثل نیشابور که اون هم سابقه دیرینه داشته و بزرگانی چون عمر خیام و عطار نیشابوری، فضل ابن شازان و خیلی از بزرگان در این سرزمین بودند و اونجا هم اون شهر هم روزگاری مهد علم و دانش بوده. او از نویسندگان و دانشمندان افغانستان دعوت کرد در برنامه‌های آنها که در ارتباط با ولایت غزنی در تهران برگزار می‌شود شرکت کنند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز خرسندی‌اش را بیان کرد و صحبت‌های برخی از نمایندگان مجلس هم کنایه‌آمیز بود. در همین حال والی غزنی از رئیس جمهور کرزی و حکومت مرکزی تقاضا کرد غزنی در رده ولایت‌های درجه اول قرار گیرد. غزنی از یک طرف یک ولایت بسیار بزرگ، از طرف دیگر موقعیت استراتژیک و از طرف دیگر امروز که لقب تمدن، پایتخت تمدن اسلامی را با خود میکنم، میخواهیم برای رئیس جمهور از اینجا پیام میفرستیم که این ولایت من حیث ولایت درجه اول قبول بکنه. ارزشش داره، هم مردم نجیب و شریفش، هم اراضیش و هم نفوسش. این خواهش تماما مردم غزنی است. شماری از ارشدترین مقام های حکومت افغانستان، وزیر فرهنگ ایران، سفیر هند و نمایندگان از کشورهای دیگر اسلامی در این مراسم شرکت کرده بودند. سخنران های دیگر به توصیف از شهر غزنی و افتخارات تاریخی این ولایت صحبت کردند. اما فعالیت های هراس افغانانه مخالفان مصالح دولت هم نتوانست مانع برگزاری جشنواره غزنی شود. نتیجه شبانه روزی نیروهای امنیتی در تامین امنیت مراسم نامگذاری غزنی به مرکز فرهنگی جهان اسلام مثبت بوده است. این نیروها توانستند امنیت را امروز در شهر غزنی و ولسوالی های این ولایت به خوبی تامین کنند. هرچند ناامنی ها از بزرگترین چالش سر راه برگزاری این برنامه گفته شده بود. امنیت غزنی به خوبی تامین بود. تمامی راه‌های عمومی و پسکوچه‌ها که به شهر ختم می‌شد، به دقت از سوی نیروهای امنیتی وارسی می‌شدند. وزیر داخله که در جشنواره غزنی شرکت کرده است، می‌گوید تدابیر امنیتی تنها برای این روز نبوده و پس از این نیز این وضعیت ادامه خواهد داشت.
در اکثر رادیوها میدیا ها تبصره میشد که ولایت غزنی ناامن است، و امروز شما میبینید که با امن ترین ولایت افغانستان امروز غزنی معلوم میشه. ان شاء الله که داوامدار امنیت در افغانستان خود بود، ما امیدوار هستم. غزنی از ولایت های ناامن در جنوب افغانستان است و نگرانی ها در مورد این که احتمالاً این جشنواره با مشکل امنیتی روبرو شود زیاد بود. اما فرمانده پلیس غزنی میگوید که امنیت در شهر و ولسوالی های غزنی به خوبی تامین است. در غزنی امنیتی نهادونه، اردوی ملی، امنیت ملی، پلیس ملی په ډیره میړانه په احزارات درجه یک کې دي. کنټرول، تصفیه، تلاشی په مرکز ولسوالی کې جریان لري. تر اوسه پر هیڅ امنیتی پیښه نه ده شوې. آقای زراول زاهد میگوید که آنها تلاش کردند در تمام نقاط شهر غزنی و ولسوالی های دیگر این ولایت امنیت را تامین کنند. او از همکاری مردم ولایت غزنی با نیروهای امنیتی نیز خوشنود است. د غزنی ولایت صلح دوست او غیرتمن خلکو د امنیت پر واسطه کې لمنګ سره کومک کړي او هیله کوم چې نورم د منګ سره ملاتړ وکړي. دا تنه د غزنی افتخار نه، د ټول افغانستان افتخار ده. ولایت غزنی در جمع ولایت های ناامن افغانستان شمرده می شود و مقام های امنیتی افغانستان بارها گفتند در این ولایت شبکه های کوچک وابسته به گروه القاعده که عمدتا عرب، پاکستانی و چچنی می باشند فعالیت دارند. مردم در ولایت غزنی چی می گویند؟ شهروندان ولایت غزنی کارکرده مسئولان حکومتی این ولایت را برابر با لقب مرکز فرهنگ جهان اسلام نمی دانند. با باور این باشندگان در سالهای اخیر به با بازسازی و توسعه شهر ولایت غزنی کمتر توجه شده است. با این همه ولی غزنی می گوید که برخی مشکلات عمده در راستای توسعه و بازسازی غزنی به با وزارتخانه ها پیوند دارد، نه به اداره محلی ولایت غزنی. شفیق الله شفیق گزارش می دهد. غزنه در سال 2007 با پیشنهاد کشورهای جهان اسلام مرکز تمدن اسلامی قرار گرفت. در ابتدا انتظار می رفت که غزنی با ازینه شدن منابع انگفت مالی شکوفایی گذشتش را به دست بیارد، اما با باور شهروندان غزنی ناکارایی و عدم مسئولیت پذیری مدیران دولتی در غزنی سبب شده است که شکوفایی غزنه در اسفالت چند جاده و رنگ آمیزی در روزه های دکان ها اختصاص پیدا کند. متاسفانه در ولایت غزنی کار صورت نگرفته. تا بال برق نداریم ما و کتابخانه نداریم. موزیم ولایت غزنی جور نشده. توقع ما از دولت ما همی بود که شهر ما باید بسیار خوب آماده میشد و بسیار خوب جور میشد به خاطر که پایتخت تمدن اسلام در ولایت ما بود، اما هیچ کار صورت نگرفته بودند. والی غزنی عدم تطبیق پروژه های انکشافی را به نظام مالی حکومت مرکزی و کارشکنی برخ وزارت ها نسبت می دهد و می گوید از 222 میلیون دلاری که قرار بود در غزنی هزینه شود، صرف 30 میلیون دلار در غزنی به مصرف رسیده است. کمیسون چون در کابل بود، اختیارات در کابل بود، فعلا هم اختیارات در مرکز است. در امروز و کسانی که عضوی کمیسون بود و کسانی که ریاستی کمیسون هم بوده داشت، وزیر اطلاعات و فرهنگ، بعد از او مرشد سیف فهیم، و تا امروز هم یعنی ولایت ارگانی بودجه‌ای نیست. با هان که مسئولان دولتی بیشتر از 6 سال فرصت داشتند که در بازسازی غزنی میپرداختند، اما والی غزنی میگوید کارهای بازسازی در این ولایت در سالهای اخیر آغاز شده است که هنوز برخی عمده پروژه ها ناتکمیل باقی مانده است. اما دیدگاه شهروندان ولایت های دیگر، مردم در دیگر ولایت ها نیز از معرفی غزنی به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام خرسند هستند. شهروندان شمار از ولایت ها در گفتگو با تلویزیون یک این رام را لقب شکوهمند به ولایت غزنی و افتخار به مردم افغانستان می دانند. اما آنها از چگونگی برگزاری جشنواره غزنی راضی نیستند. این باشندگان می گویند که باید این مراسم به گونه گسترده و پرشکوه‌تر برگزار می شد. برخی از شهروندان در پایتخت و برخی از ولایت های کشور گزینش و نامگذاری شهر غزنی را با نظر داشت میراث های فرهنگی و تاریخی آن ادای حق غزنه می دانند. کابل با مردم افغانستان ایره یک دستاورد بزرگ در طول تاریخ افغانستان شمار می کنند. با امید از اینکه همچون پیروزی های را در آینده هم داشته باشیم. بلخ رشد فرهنگی و در توسعه فرهنگ و بسیار مؤثر می باشد و خوش است. یک توجه خاص را در نه تنها در کشورهای اسلامی بل در کشورهای جهان فرمایش می گذارد که در افغانستان هم چه جایی است که آثار باستانی و آبده های تاریخی دارد. تخار برای مردم افغانستان واقعا جای افتخار است. اسلام بودن و افغانستان در جهان این مشرح می سازد. و ننگرهار دا زمون لپاره د ډیر ارزښت او د درنښ نه ډک کار ده. اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې دغه مرکز پرانستنی ډیر اهمیت لري.
از سوی هم برخی از فرهنگیان با انتقاد از کم توجهی زمامداران کشور در برگزاری این جشنواره، دست یافتن غزنه به هویت واقعی، تاریخی و فرهنگیش را به فال نیک گرفته و مبارک باد می گویند. وقتی مهمانان خارجی از حوزه های مختلف و کشورهای متعدد برای گرامی داشت و بزرگداشت از این رویداد جهانی که در افغانستان شکل می گیره و خوشبختانه میزبانیش افغانستان داره، نمی آیند و در این مراسم اشتراک نمی کنند، جای تاسف است و این در واقع میزان عدم توجه دولت را به ارزش های فرهنگی و رویدادهای فرهنگی که افغانستان با همین رویدادها در جهان شناسایی میشه میرسانه. نام گذاریه با انصاف و مناسبه زیر عنوان غزنی پای تخت فرهنگ یا ثقافت اسلامی بخش و دیگر وطنداران و همه قلمروهای اسلامی مبارک باد عرض می کنم. به باور برخی از فرهنگیان، سلطنت غزنویان در سده های 900 تا 1200 میلادی به عنوان یک حکومت مقتدر اسلامی تا قلمرو خاورمیانه و جنوب آسیا، فتوحات غزنویان تا سرزمین هند و همچنان حمایت سلطان محمود از عارفان و دانشمندان نامدار آن زمان سبب شد تا غزنه امروز بار دیگر به آن شهرت جهانیش دست یابد. و اما نقش ورزشکاران هم در جشنواره غزنی قابل توجه است. ورزشکاران در ولایت غزنی با استقبال از نامگذاری غزنی به مرکز فرهنگی جهان اسلام به نمایش های ورزشی پرداختند. راه اندازی رقابت های ورزشی در حاشیه این جشنواره توجه اشتراک کنندگان این جشنواره را جلب کرد. ادریس تیموری این رقابت ها را به تصویر کشیده است. ورزشکاران ولایت غزنی بار اندازی نمایشات ورزشی از جشنواره 2013 تجلیل کردند. در این جشنواره شمار زیادی از مهمانان داخل و بیرون از کشور حضور داشتند. در این محفل ورزشکاران ولایت غزنی با برگزاری نمایشات ورزشی از این روز تجلیل کردند. ورزشکاران این ولایت این جشنواره را با دید قدر می‌نگرند و از آن استقبال می‌کنند. خوشبختانه که عالم از بسیار ولایت های زیاد ورزشکارای عزیز ما زیاد آمده و بالخصوص ما امیدوار هستیم که به دور بعدی از تمام ولایت افغانستان و بالخصوص از کشورهای آسیایی هم به خاطر تشویق و هم به خاطر افتتاح در ولایت غزنی تشریف بیارن. در هر عرصه، در هر سه فرهنگ، در هر سه ورزش، در هر سه اجتماع و محیط از هر لحاظ این موثریت خود را داره و بالخصوص در ورزش، چون وقتی که اینجا به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام شناخته میشه، توجه جهانیان در رابطه با ورزش بیشتر میشه. ان شاء الله یگانه تمثیل کننده بسیار خوبی این برنامه طبقه ورزشکارا و نسل ورزشکاران است. امیدوار هستم که این یک انکشاف بزرگ و یک انکشاف عظیم، یک رویداد بسا بزرگ در ورزش ولایت غزنی باشه، چون ما نمایش های بسیار سنتی، نمایشات بسیار ورزش های قدیمی را که از هزارها سال قبل در ولایت غزنی اونا را نیاکان ما انجام میدادن، ما امروز را انشاءالله عملا به نمایش خود گذاشتیم. ولایت غزنی حدود 14,000 ورزشکار در 33 رشته ورزشی دارد. این ورزشکاران همچنان در سال 1391 خورشیدی سه مدال طلا، دو نقره و یک برنز را از رقابت های بیرون مرزی در کارنامه‌شان به ثبت رسانیدند. از سوی دیگر قرار است 4 مکان تازه ورزشی برای ورزشکاران ولایت غزنی در مرکز این شهر بزودی ساخته شود. با ساخت مکان های ورزشی در این ساحه، ورزشکاران ولایت غزنی صاحب مکان های خوب ورزشی خواهند بود. در این ساحه برای ورزشکاران میدان تنس، جمنازیوم، والیبال سایلی و فوتبال سایلی ساخته خواهد شد. ادریس تیموری، تلویزیون یک، ولایت غزنی. از پیشینه ولایت غزنی آگاه هستید؟ آیا می دانید که غزنی در تاریخ گذشتهش چگونه دانشمندان و فرمانروان داشته است؟ و چرا غزنی از میان ولایت های افغانستان و کشورهای اسلامی دیگر به عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام نامگذاری شده است؟ پاسخ این همه در گزارش شفیق الله شفیق. غزنه در سه مقطع تاریخ
غزنه در مقطع تاریخ آریایی ها مرکزی بود که در گسترش فرهنگ آریایی جایگاه مناسب به دست آورد. غزنه در مقطع تاریخ خراسانی ها با گسترش فرهنگ اسلامی و پویایی زبان پارسی، غزنه جایگاه مناسب به صورت مجدد به دست آورد که فرمانده بزرگ و یا امپراتور به نام سلطان محمود غزنوی در گسترش فرهنگ اسلامی در شبه قاره هندوستان پرداخت. غزنه در باور و یا هم در روایت تاریخ افغانستان مرکزی که تا سالهای پیش فراموش شده بود، اما بار دیگر توسط کشورهای اسلامی تصمیم گرفته شد که غزنی مرکز تمدن اسلام قرار بگیرد. اکنون غزنی در صدد پدست آوردن هویت گذشته است. بدین ترتیب ولایت غزنی از جمله نمو ولایت‌های بسیار باستانی است که شاهد سه نوع مدنیت شده می‌تواند: مدنیت زرتشتی، مدنیت بودایی و مدنیت اسلامی. از تمدن بودایی ما بسیار جای معروفی داریم، نمو تپه‌های شابهاری که در سمت جنوب ولایت غزنی قرار داره، در اونجا فعلا هم درگاه مادر و تقریبا مجسمه هایی که نظیرش از لحاظ مدنیت و تمدن کوشانی در هیچ جای دیگه نیست. شماری از مورخان میگویند غزنی در دوره پیش از اسلام مرکز اداری مهم امپراتوری کوشانی ها بود، اما در قرن 4 هجری این شهر بیشتر از گذشته شکومن شده و آن را عروس البلاد خواندند. انتخاب غزنه به عنوان مرکز ثقافت اسلامی در سطح کشورهای آسیایی به پیشینه تاریخی غزنه برمیگرده و این واضح است که به مو جایگاه فرهنگی جامعه غزنی در او زمان، یعنی در سده 4 و 5 که غزنی به عنوان مرکز امپراتوری غزنویان در او زمان بود و دانشمندان متعددی از جاهای دیگه به سرزمین خراسان زمین یا خراسان او زمان که غزنه به عنوان مرکز امپراتوری غزنویان بود به خاطر کسب علم و دانش می آمدند. غزنه پایتخت و یکی از مراکز اصلی قدرت 10 سلطان در یک دوره 200 ساله بوده است. اولین حکمروای غزنه الپتکین و آخرین آن خسرو ملک می باشد که از سالهای 373 الی 583 حکومت کردند. اما اوج شهرت و عظمت غزنی در دوره فرمانروایی سلطان محمود و فرزند وی سلطان مسعود غزنوی بوده است. و حال همکارم شفیق الله شفیق به گونه زنده از ولایت غزنی گفتگوی کوتاه با شهردار این ولایت درباره برنامه های شهر غزنی خواهد داشت. با سپاس خدمت شما همکاری عزیز، ما با شهردار غزنی هم اکنون در شهر غزنی که به صورت زنده از تلویزیون 1 نشر میشه قرار داریم. پرسش ما ای است از آقای شهردار که شما کدام پروگرام ها و پروژه ها را در غزنی تطبیق کردن و تا چی اندازه در راستای انکشاف غزنی موفق بودن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت پروژه هایی که باید تطبیق می شود و در قسمت کارهایی که باید صورت می گیره، با او تناسب که وعده های از طریق مرکز داده شده بود به خاطر مرکز فرهنگ و تمدن اسلام، متاسفانه که همش وعده ها به جای خود قرار نگرفت. تقریبا 10% از وعده ها به جایش قرار گرفت و یک تعداد پروژه ها انجام شد که امیدوار هستم در آینده ها بتانیم پروژه تا 8 تا ماه میزان تکمیل بکنیم. اکثر پروژه ها تکمیل شده، اکثر پروژه ها کار جریان داره و ما امیدوار هستم که تا ماه میزان سایر پروژه هایی که علت هی که برخی پروژه ها تطبیق نشد و شما نتونستین تکمیل کنین چی بود؟ سرمای زمستان فقط علت از یک ما نتونستیم پروژه ها رو تکمیل بکنیم. زمستان وقتر شروع شد و ما نتونستیم اکثر پروژه ها کارش توقف گرفت. اما شما فرصت بیش از 6 سال را دارید. قبلا ما در این قسمت بیشتر از 6 ماه نمیشه که این کار گمشته شدیم. کارهایی که قبلا یا که انجام نشده مربوط ما نمیشه. آقای شهردار، شما امروز میزبان چقدر شهروند در شهر غزنی بودین؟ بیشتر از 3000 نفر ما امروز میزبانی شده داشتیم که اکثریت از بلندپاهای اراکین بلندپایه دولت از کابل بودن، از مشران جرگه، از ولسی جرگه و همچنان سایر ولایات ما، از ولایات جنوبی و از ولایات غربی ما اکثر میهمانان رو داشتیم که اونا هم به صورت عموم از داخل شهر غزنی و از همین ولایات بیشتر از 3000 میهمان داشتیم. با سپاس از شما. گفتگویی داشتیم با شهردار غزنی که در مورد میزبانی غزنی با سایر شهروندایی که از ولایت های مختلف افغانستان حضور یافته بودند. اما حال میشه که در ادامه امروز برای فردا نیز پروگرام های به خاطر بزرگداشت از غزنی به عنوان مرکز فرهنگ اسلام وجود خواهد داشت. شمار از نمایندگان مجلس میگویند که دولت افغانستان تا اکنون قادر نشده است تا شرکت سوپریم و شمار دیگر از شرکت های بزرگ مالیه بگیرد. با باور این نمایندگان، شرکت سوپریم و شرکت های دیگر از شرکت های بزرگ
از سوی افراد بلندپایه حمایت می شوند و به همین علت این شرکت ها ده ها میلیون دلار مالیهشان را به دولت نپرداختند. اما وزارت مالیه می گوید که شرکت سوپریم از آغاز فعالیتش تا اکنون 3 میلیارد افغانی مالیهش را به دولت نپرداخته است. بدون شرکت سوپریم در شرکت تدارکاتی دیگر با زیر پا کردن قوانین افغانستان و سوء استفاده از مقررات بین المللی از پرداخت مالیه به دولت افغانستان خودداری کردند. وزارت مالیه می گوید که شرکت سوپریم از آغاز فعالیتش در سال 2003 تا کنون از پرداخت 3 میلیارد افغانی از رهگذر مالیه بدهکار است و تنها این وزارت قادر شده تا 1 میلیارد افغانی را از این شرکت مالیه بگیرد. وزارت مالیه تدابیر را که قوانین به ما اجازه می دهد که ممنون خروج قرار دادن سرمایه و مسئولین مؤسسه است او را اتخاذ کرده. چانوالی در جریان است، چانوالی تحقیق میکنه و هر وقت که چانوالی قرار خود صادر کرد اگر پول خود پرداختند خوب، اگر نه به مقامات عدلی معرفی میشن. از سوی هم شمار از نمایندگان و مجلس از دولت افغانستان انتقاد می کنند و می گویند که اگر دولت از شرکت های بزرگ به ویژه شرکت سوپریم که تاکنون از مالیه خودداری کرده است مالیه بگیرد، می توان در بازسازی کشور و مصارف سربازان ارتش و پلیس هزینه کرد. به خاطری که سوپریم و شرکت ریگستار هیچ گونه تا هنوز پرداخت نکرده و هنوزم از وزارت مالیه باقیداری های زیادی داره و یک تعدادی هستند دوستا که از اونها دفاع میکنند و باید جاهایی را که اونا کرا گرفتن باید تکس بتن که از رای تکس اونا و از رای مالی که هستن ما بتانیم ماش خود تامین بسازیم، ماش اردوی ملی، پلیس ملی و بعضی جاهای خرابی هایی که در داخل افغانستان است ما از مالیه باید درست کنیم. گمان ما است که با کمتر شدن توجه جهان به افغانستان و نزدیکتر شدن 2014 که کم کم جهان توجهش نسبت به افغانستان کمتر میشه، ما ضرورت داریم به این بخش بیشتر بپردازیم. نام و تعداد از مقاماتی که با شرکت ها در قرارداد هستند که زمینی فرار اینا از مالیه را مساعد ساختن باید اعلام شود تا ما بتانیم مالیاتشان را جمع بکنیم. از میان 300 شرکت مالیه دهنده بزرگ در افغانستان نزدیک به 500 شرکت از سوی دولت به اعمال فشار بالای حکومت و به اطاعتی از قوانین کشور و مواد تفاهم نامه های بین المللی متهم گردیدند. در گذشته مسئولان شرکت سوپریم گفته است که قراردادهای ما بر اساس دو توافقنامه یک میان وزارت دفاع آمریکا، ایساف و دولت افغانستان به امضا رسیده صورت میگیرد و در برابر فعالیت‌ها از پرداخت مالیات معاف هستیم. مجلس نمایندگان خواستار مشخص شدن نام اقوام در شناسنامه‌های برقی شده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این مجلس میگوید که در پیوند به این موضوع مسئولان توزیع شناسنامه‌های برقی را به مجلس نمایندگان فرا می‌خوانند تا به پرسش‌های اعضای مجلس در این باره پاسخ دهند. از سوی هم هرچند کمیسیون‌های تفتیش مرکزی و عدلی و قضایی مجلس نمایندگان تاکید بر لغو کمیسیون اصلاحات اداری داشتند، اما مجلس نمایندگان به دلیل نبود نصاب نتوانست درباره لغو و یا عدم لغو این کمیسیون تصمیم بگیرد. در حالی که قرار است تا چند روز دیگر توزیع شناسنامه‌های برقی در کابل آغاز شود، اما اعضای مجلس نمایندگان خواستار درج هویت اقوام ساکن در کشور در این شناسنامه‌ها شدند. ما معتقدم که اگر نام اقوام بیاید، اگر اقلیت هم نام یک قوم بیاید، اگر اکثریت هم نام یک قوم بیاید تا مشخص شود که مردم ما با چی معیارهایی در اینجا زندگی میکنه. یک اصلی لازمه که فکر میکنم در این رابطه توجه شود. پیش از این مسئولان توزیع شناسنامه های برقی گفتند که نام اقوام در حافظه این شناسنامه ها درج شده است، نه در بیرون آن. اما رئیس مجلس تاکید میکند که مسئولان توزیع این شناسنامه ها را به نشست عمومی مجلس فرا میخوانند. مسئولین بخواید دلایل اونا چی است؟ حق مردم افغانستان است، هر ملیتی که باید نامشان در تذکره تذکر رفته شود. از سوی هم شماری از اعضای مجلس نمایندگان خواستار لغو کمیسیون اصلاحات اداری به دلیل موجودیت فساد اداری در این کمیسیون میباشند. ما نباید مردم افغانستان را قربانی منافع یک فرد دو فرد بکنیم. این یک و دوم دیگه شم جناب رئیس محترم، شما ما شاهد باشین یک دو مورد ما خدمت شما می. چند روز جلوتر امتحان ولسوالا بود، از فی ولسوال 20 هزار دلار گرفتن، اینا را به حیث ولسوال استخدام کردن رفتن. یک رئیس اداره شهر ایرتان، رئیس اداره شهر ایرتان پستش مجددا به رقابت گذاشته شده، 70 هزار دلارش مطالبه کردن که بعد امتحان. لغو کردن اداره خدمات ملکی یا اصلاحات اداری ما را کمک نمی کنه. اما رقمی که روزگار نظام عسکری ما شکست، اگر نظام خدمات ملکی را که تا یک جای رساندیم و ایرم بشکنانیم
آب با آسیاب دیگران ریخته میتانیم، نه با آسیاب خودمان. پیشنهادم این است که در این کمیسیون در ساختارش اصلاحات بیه، رئیسش با نو کمیشنرش رای اعتماد از ولسی جرگه بگیره و در این حال امو انستیتوتی که مربوط به این کمیسیون است امو غنی ساخته شوه. قرار بود امروز مجلس نمایندگان در مورد لغو و عدم لغو کمیسیون اصلاحات اداری تصمیم بگیرد، اما به دلیل نبود نصاب و موجودیت نظریات گوناگون این موضوع تا دو روز دیگر به تعویق افتاد. پیش از این مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری این همه اتهامات را به شدت رد کردند. این بود خبرها تا این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان. شب باشید.